مهسا امینی این جرقه رو زد و این منفجر شد و 4 تا دونه مو به خاطر مثلا یک چیزی به این سادگی یک نفر در واقع به قتل میرسه. 90% زنان ایرانی همه حمایت کردن تو این جریان و همه همدردی کردن. در تلویزیون ملی ایران یک خانوم حق این که پاش رو روی پاش بندازه نداره، ممنوعه. من 25 سال هستش که مثلا بازیگرم در ایران، بازیگر بودم در ایران. زی به خاطر شرکت کردن تو در واقع اعتراضاتی که در ایران اتفاق می افتاد ممنون کار شدم. اگر تغییر رژیم اتفاق نیفته همه چیز بدتر از قبل خواهد شد. به عنوان یک زن میخوام کشورم آزاد باشه و مردمم آزاد باشن. آزاد باشن که هر موقع دلشون میخواد بخندن و کسی بهشون نگه که دخترها نباید با صدای بلند بخندن. کوتاه کردن مو یه ریشه تاریخی داره تو فرهنگ ایران و تو قصه های ایرانی و اون برای عزاداری و نشون دادن همدردیه، یعنی یه ریشه خیلی قدیمی داره. سوزوندن روسری در واقع که خیلی مشخصه، یعنی اعتراض میکنن به چیزی که اجباریه و حجابی که اجباریه و میخوان نداشته باشنش، بخاطر همین دارن به آتیش میکشنش. و اینکه این در واقع یک حرکت سمبولیک شد در تمام دنیا که کوتاه کردن موی نشونه همدردی شد و این سوزوندن روسری هم نشونه اعتراض به حجاب اجباری. فکر میکنم که این حرکت شاید نسل‌های بعد از ما، شاید بچه‌های ما، یک روزی ما یک مراسمی داریم به اسم چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری، چهارشنبه های در واقع شب چهارشنبه آخر سال مردم بوته آتیش میزنن، آتیش بازی میکنن و به این نشونه اینه که غم و غصه ها رو در واقع ما میسوزونیم و از بین میبریم و برای شروع یک سال جدید خودشون رو آماده میکنن. من فکر میکنم نسل های بعدی مراسم رو خواهند داشت، مراسمی که روسری ها رو به نشانه این که زنها در تاریخ یک حرکتی رو آغاز کردن برای ایستادن جلوی زور، جلوی اجبار. این حرکت من فکر می‌کنم در تاریخ بمونه و یک روزی ثبت بشه در تاریخ، برای اینکه زنها به نشانه قدردانی از این حرکتی که امروز اتفاق افتاده، اون روز حتما دوباره این اتفاق میفته و روسری‌ها رو آتیش میزنن و یاد این روزهای زنان جسور ایرانی رو زنده نگه خواهند داشت. به عنوان یک زن ایرانی اول آزادی سرزمینم رو میخوام، آزادی زنان ایران، اینکه حق انتخاب داشته باشن، آزادی داشته باشن در پوشششون، در گفتارشون، در رفتارشون، آزاد باشن که هر موقع دلشون میخواد بخندن و کسی بهشون نگه که دخترها نباید با صدای بلند بخندن. به عنوان یک زن میخوام کشورم آزاد باشه و مردمم آزاد باشن، سرزمینم آباد بشه. این اون چیزیه که همه مردم ایران میخوان. برای اینکه در سالهای گذشته هم این اتفاق خیلی افتاده که با خشونت گشت ارشاد جمهوری اسلامی با خانم‌ها برخورد کرده در خیابان. حالا متاسفانه این بار ضرب و شتمی که اتفاق افتاد باعث مرگ شد، ولی دفعات پیش هم میزان خشونتشون کمتر از این نیست. ویدیوهایی هم وجود داره که به زور سوار در واقع ونهای گشت ارشاد کردن خانوما رو با ضرب و شتم و خیلی صحنه‌های بد و خشونت بار. این اولین بار نیست، ولی اولین باریه که این در واقع اتفاق منجر به مرگ شده.
شاید این تعجب آوره که برای 4 تا دونه مو به خاطر مثلا یک چیزی به این سادگی یک نفر در واقع به قتل میرسه. برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بی پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی. قطعا این اتفاق می افتاد یک روزی، برای اینکه سالهاست این اعتراضات بوده، از سالهای مثلا 78 سال 88 98 پرواز 752 که در واقع سپاه کسایی که سوار اون هواپیما بودن و با شلیک به قتل رسوند. بارها مردم در ایران اعتراض کرده بودن، منتها جمهوری اسلامی هر بار با خشونت تونسته بود این اعتراضات رو سرکوب کنه، ولی این بار خب خیلی اعتراضات در جهانی شد و تمام صدای مردم ایران در واقع به گوش جهان رسید. بله، منتظر همچین روزی بودیم، چون من فکر میکنم که ظلم هیچ وقت پایدار نمیمونه و یک روزی صدای اعتراض مردم به هر حال به گوش همه میرسه و جهانی میشه و این بار این اتفاق افتاد. این اتفاق این بار باعث یک همبستگی بزرگی بین ایرانی‌ها در تمام دنیا و حتی بین ایرانی‌ها و مردم دنیا شد و فکر میکنم این بار قطعا، حالا نمیگم حتما امروز فردا یا توی مثلا پروسه زمانی خیلی کوتاه، ولی قطعا این بار این جنبش و این خیزشی که اتفاق افتاده منجر به یک انقلاب بزرگ خواهد شد. بلکه مردم ایران در 43 سالی که جمهوری اسلامی حکومت کرده بسیار مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و حجاب تنها مسئله مردم ایران نیست، در تمام جامعه ایرانی داره این اتفاق میفته، در حقوق خانم ها، در همه چیز داره این ظلم اتفاق میفته، در حق طلاق، حضانت فرزند، بحث حالا چیزهایی که تساوی حقوق زن و مرد در ایران اصلا مفهوم نداره در واقع، و فکر میکنم که گرانی، فقر، فحشا، عدم وجود عدالت اجتماعی، بحث درمان، سلامت، محیط زیست، همه اینها در ایران سالهاست که رعایت نشده و به خاطر همین مردم این یک بشکه باروتی بودن که انگار یک جرقه زد و مهسا امینی این جرقه رو زد و این منفجر شد و قطعا این انفجار یک اتفاق و یک تغییر بزرگی رو رقم خواهد زد. الان اتفاقی که افتاده مردم میخوان که این رژیم تغییر بکنه، با وجود اونها قطعا رضایت به این که حجاب اجباری برداشته بشه نمیدن، با اظهار نظرهایی که تو این چند روزه هم کردن اصلا کوتاه نیومدن، خیلی در واقع محکم روی اشتباهات خودشون همچنان پابرجان و تمام این حرکت رو الان دارن میگن که تمام اینها بازی‌های سیاسی هست که آمریکا و اسرائیل داره رقم میزنه و اصلا این صدای مردم ایران نیست و اینهایی هم که دارن اعتراض میکنن یا جاسوسن یا پول گرفتن از حکومت‌های غربی و به خاطر اونه که دارن اعتراض میکنن. حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد بپذیره که این صدایی که داره فریاد زده میشه صدای مردم ایرانه و صدای حق طلبیشونه و حقشون رو میخوان. به خاطر همین تا وقتی که جمهوری اسلامی هست من فکر میکنم تغییر ایجاد نمیشه و الان مردم ایران در اصل خواهان برکناری رژیم جمهوری اسلامی هستن تا با آزادی‌های فردی، اجتماعی، شهروندی، به همه آزادی هایی که در تمام کشورهای دنیا بجز ما و افغانستان که محروم ترینیم در زمینه داشتن آزادی، مردم ایران دیگه تمام آزادی ها رو با هم میخوان، فقط بحث حجاب نیست و جمهوری اسلامی هم به این سادگی ها حجاب اجباری رو برنخواهد داشت. Thank you.
تفاوت داره اینکه در چه خانواده‌ای متولد شده باشی. بعضی از شهرهای ایران خب خیلی شهرهای مذهبی هستن و خیلی بسته‌تره محیط، حتی برای بچه‌ها، برای دخترهاشون هم خیلی بسته‌تره، ولی خب به وضعیت اقتصادی و مالیشون خیلی ربطی نداره، بسته فرهنگیه و بسته اینکه اون خانواده چقدر مذهبی بوده باشه یا چقدر وابسته به حکومت باشه. معمولا بستگی به این داره، اینکه اون خانواده چقدر پول دارن یا چقدر فقیرن ربطی نداره، ولی در مجموع این تمام اتفاقا ما در خانواده سنتی ایرانی خب هنوز خیلی اتفاقا میفته. ما در یه منطقه از چابهار در ایران ما هنوز یک رسومی رو داریم که اصلا مال ما قبل تاریخه، یعنی که چیزهای خندداری وجود داره و یکیش اینه که مثلا دختر رو تو بعضی از قومیت‌هاشون رو دختر رو تو پوست گوسفند قبل از شب زفاف و شب قبل از عروسی مثلا 7 شبانه رو تو پوست گوسفند نگه میدارن، گوسفندی که مثلا خوش شده پوستش رو خوش کردن نگه میدارن که میگن این دختر باید آفتاب مهتاب ندیده باشه تا موقعی که میره توی حجله داماد، این دیگه فاجعه است. یا یک چیز دیگه ای دارن به اسم زن طلاق. زن طلاق اینه که مثلا حالا قدیم با 3 تا سنگ هم این کار رو انجام میدادن، یک مرد میتونه در اون طایفه در آن واحد وقتی تو خونه نشسته 3 تا قند حتی روی زمین باشه اینو برداره و بگه زن طلاق، یعنی اون زن اون لحظه باید اون خونه رو ترک کنه، حرام موندنش در اون خونه و باید بره. و این فاجعه است برای یک زن که یک مرد در لحظه میتونه تصمیم بگیره که اون رو از زندگی خودش بیرون بکنه. اینه که متاسفانه در حالا یک سری شهرها قومیت ها اینا این اتفاقا وجود داره و این هم باز ریشه فرهنگی داره که باید بهش رسیدگی بشه و این فرهنگ باید کاملا بازسازی بشه و از نو در واقع یک سری قوانین جدیدی وضع بشه، فرهنگ سازی بشه در این زمینه. واقعا از ته دل دوست داشتم که کنار مردم باشم، یعنی این نباشه که فقط من حرف بزنم، از اونم از جای دیگه، از جایی که خب به هر حال خیلی امن‌تر از کشور خودم، یعنی نشستم فقط مینویسم یا حرف میزنم. قطعا دوست داشتم کنار مردم باشم و فقط حرف نزنم، عمل هم بکنم. متاسفانه خب اگر برگردم به ایران دستگیر میشم و زندان رفتنم هم در این روزها فایده ای نداره، چون قاعدتا از تریبون من برای صحبت کردن خیلی بهتر میشه استفاده کرد، میشه خبر رسانی کرد، حالا اطلاع رسانی کرد. به خاطر همین برگشتن هم فایده ای نداره، ولی دوست داشتم از صمیم دل کنار مردم کشورم باشم. حدود 150 نفر فکر کنم تا الان کشته دادیم، حالا طبق آماری که فعلا قطعیت هم نداره، قطعا خیلی بیشتر از این هاست و دستگیر شده ها خیلی نامعلومه، یعنی فکر میکنم که دیگه زندان ها جا نداشته باشه. هنرمند دستگیر کردن، ورزشکار دستگیر کردن و کلی از مردم که خب هنوز تا بیان این آمار گرفته بشه از تو دانشگاه ها، از تو مدارس و جاهای مختلف ایران خیلی تو زمان میبره قاعدتاً که بخواد یه آمار ثابتی بده. من فکر میکنم خیلی زیاد دستگیر شده باشن، تا شاید 5000 نفر 6000 نفر با آمار دستگیر شده داشته باشیم فقط در تهران متاسفانه. و نهایتاً هممون هم نگرانی، من هم از اقوام و دوستانم خیلی ها هستن که شبها تو خیابونه ها هستن و دارن فعالیت میکنن، نگرانشون میشم، ولی نمیتونم بگم نرید. من نمیتونم تشویق کنم به رفتن به خیابونها برای اینکه جانشون در خطره، نمیتونم بگم نرید برای اینکه از جانتون محافظت کنید. انتخاب این روزا با خود مردمه، یعنی خود مردم هستن که انتخاب میکنن که حضور داشته باشن در این حرکت یا حضور نداشته باشن. به همه اونایی که حضور دارن یا حتی حضور ندارن من احترام میذارم، ولی فکر میکنم برای اینکه ایران آزاد داشته باشیم همه باید حضور داشته باشیم. بسیاری نیستن یک سوی مشترک برای مهسا روحهای خود را میچینن. بیشماری که
من 25 سال گرمی بش هستش که مثلا بازیگرم در ایران، بازیگر بودم در ایران. 17 ساله که مسیر زندگیم یه مقدار تغییر کرد، دیگه فقط بازیگر نبودم، سعی کردم صدای مردم سرزمینم باشم، چون یک تریبونی داشتم، میتونستم حرفشون رو بزنم، حرف مردمی که سالها تو گلشون خفه شده. تو این 17 سال سعی کردم که حالا با کارهای اعتراضی، با فعالیت‌های مثلا در واقع اجتماعی، مسئولیت خودم رو انجام بدم. به خاطر همین، تو به خاطر پست‌های اعتراضی، به خاطر شرکت کردن تو در واقع اعتراضاتی که در ایران اتفاق می‌افتاد، ممنوع کار شدم. یعنی اجازه این که تصویرم از تلویزیون یا جایی پخش بشه دیگه داده نمی‌شد. حکم ممنوع خروجی برام بریدن به خاطر اینکه حرفایی که در فضای مجازی زدم به جرم اینکه تشویش اذهان عمومی رو نمی‌دونم چجوری میشه ترجمه کرد، تشویش اذهان عمومی و خیلی چیزهای دیگه، حتی ممنوع خروجم کردن از کشور. و بعد در پرونده که برام تشکیل دادن این بود که اگر تکرار بکنم و اگر بخوام دوباره در صفحات مجازی اعتراض بنویسم به زندان میرم، به خاطر اینکه صدام در واقع خفه نشه و مجبور نشم که سکوت کنم. به قول آلبر کامو که میگه که اگر مجبور باشم بین عدالت و آزادی یکی رو انتخاب بکنم، آزادی رو انتخاب میکنم تا از عدالت صحبت کنم. این رو انتخاب کردم و گفتم که حداقل بیام در یک کشور دیگه که بتونم صدای مردم سرزمینم باشم، چون اگر در ایران میموندم مجبور به سکوت میشدم به خاطر اینکه زندان میرفتم و زندان رفتن هم فایده قاعدتا برای مردم نخواهد داشت. ترجیح دادم بیام ترکیه و صدای مردم سرزمینم باشم. ببین، مدام بیانیه دادن یا تو اعتراضات تو خیابون‌ها شرکت کردن، واقعا که پرواز 752 رو اینها سپاه شلیک کرد و اونا در واقع اون هم آدم کشته شدن، ما تو تجمع دم دانشگاه امیرکبیر جمع شدیم، شعار دادیم و عزاداری کردیم که پلیس اومد و سعی کردن که مردم رو در واقع بفرستن که برن، گاز اشکاور زدن. و حالا حمایت کردن از مردم ایران اینه که حرفشون رو منتقل بکنی، حالا در صفحات مجازی، چه جایی اگر حضور داری، تریبونی وجود داره، آدم بخواد اون حرفها رو منتقل بکنه. من تو این سالا سعی کردم که از چه از فضای مجازی، چه از فضای حقیقی، اون چیزهایی که مردم نمیتونن فریاد بزنن رو سعی کردم که من این کار رو بکنم حداقل. رژیم جمهوری اسلامی از جمله در مناطق کردنشین و در چند روز گذشته در بلوچستان، هیلان، ساهدان، تقریبا در سراسر ایران سرکوب گسترده ای را آغاز کرد. بیش از 100 نفر تنها در دو هفته گذشته کشته و بیش از 5000 نفر بازداشت شدند. تمام این سالها اصلا مدام دادسرا بودم و مدام احضار میشم. ما در ایران یک دادگاهی داریم به اسم دادسرای فرهنگ و رسانه که برای هنرمندا و چهره ها و ورزشکار است، که در واقع اونا تماس میگیرن، احضارت میکنن یا به صورت کتبی احضاریه در خونه میفرستن که اگر حضور نداشته باشی مثلا تو فرصت میدن تا 5 روز، اگر نه که حکم جلب دارن و دستگیر میکنن. من بارها بارها این اتفاق افتاده، به دادسرا رفتم، محاکمه شدم، حکم برام صادر کردن، ممنوع کار شدم، ممنوع خروج شدم. این چیزی که من تمام این سالها مدام تجربه کردم متاسفانه. و نهادهای مختلف، حالا وزارت اطلاعات، جاهای مختلف که ارگانهایی که مربوط به این مسائل سیاسی هست، از طرف همه اونها در واقع احضار شدم. یعنی جایی نبوده که نرفته باشم و حساب پس نداده باشم بابت این قضیه و بازجویی نشده باشم. ببین، توی 17 سال اخیر مثلا هی 3 سال ممنوع کار بودم، تموم شده، دوباره مثلا 2 سال کار کردم، دوباره کار نکردم، هی چیز شده، در واقع تیکه تیکه این اتفاق افتاده توی این 17 سال اخیر. سالای اول نه، برای اینکه همش میترسیدن، نگران بودن، وقتی احضاریه میومد دم خونه یا مثلا تماس میگرفتن از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خب خیلی میترسیدن، خیلی نگران میشدن.
سالای اول راستش رو بخواین نه خیلی موافق نبودن و همش نگران بودن، ولی الان میتونم بگم پشتوانه منن و مادر من خودش امروز گفت یه پیام از من بگیر و این زن زندگی آزادی رو توی اون پیام گفت که من بذارم تو صفحه اینستاگرامم که پیامش به مردم ایران برسه. ولی اون سالها سالای اول نه خیلی نگران بودن و نمیذاشتن، ولی الان همراه منن خدا رو شکر. الان اینجا هم نگران هستن به خاطر اینکه فکر میکنن که شاید اینجا هم کسایی از جمهوری اسلامی وجود داشته باشن که بخوان آسیبی بزنن، ولی پذیرفتن این مسیر رو و فکر میکنن که خب به هر حال خونه من از خونه بچه های مردم رنگین تر نیست، اگه قرار باشه اتفاقی بیفته اون بچه هایی که تو خیابونا هستن خیلی ارزشمندتر کارشون تا منی که دورتر هستم. حالا میان بی انصاف. سلام. رفتم در خود از مادرت پرسیدم، گفت مرده. به عنوان بازیگر تو ایران که کاملا باید زندگیت توی یک چارچوبی اتفاق بیفته، یعنی اگر که مثلا دوست پسر داشته باشی علنا نباید اتفاق بیفته، اگر بفهمن قاعدتا برخورد میکنن با آدم، اگر مهمونی بری، اگر مهمونی بگیری، یعنی همه اینا برای بازیگر جرمه. یعنی تو خونه شما هم در واقع نگاه میکنن ببینن تو خونت یه وقت مثلا مهمونی گرفته نشه، یه وقت مشروب کسی مشروب نخوره، خودت و اطرافیانت مشروب نخورین، روابط کاملا باید تعریف شده باشه، یعنی اینکه فکر میکنن که تو خونه هم حتی بازیگر رو باید حجاب داشته باشن. اگر تو ایران یه عکس بی حجاب از یک بازیگری در بیاد، یعنی یه مهمونی بوده باشه، مراسم عروسی بوده باشه، یک عکس بی حجابی از یه خانم بازیگر در بیاد، اون خانم رو ممنوع کارش میکنن. این اولین چیزی هستش که برای بازیگر تو ایران اتفاق میفته. به غیر از اون هم ما زمانی که بازی میکنیم، بازی میکردیم، همه ی حواس یک زن بازیگر به این بود که جایی از بدنش مشخص نشه. یک چیزی رو بهتون بگم شاید خنده‌دار باشه، در تلویزیون ایران، در تلویزیون ملی ایران، یک خانوم حق این که پاش رو روی پاش بندازه نداره، ممنوعه. یعنی شما باید اینجوری بشینی، اینجوری باید بشین. چرا؟ چون که این حالت بدن زن رو میگن تحریک‌آمیزه و باعث تحریک میشه. به خاطر همین توی تلویزیون به هیچ وجه نباید خانم‌ها پاشون رو پاشون بندازن، یا در تلویزیون حتما باید ساق دست یک چیزهایی هستش که میشن تا اینجا باید پوشیده باشه، گردن، گوش نباید مشخص باشه. یک تجربه که من دارم ببینیم، مثلا چیز باز وحشتناکترش اینه که خانم‌های ایرانی، بازیگرهای زن ایرانی، برای اینکه سینه‌هاشون تکون نخوره توی تصویر، بانداژ‌های کشی که برای دردهای عضلانی دور بدن زن میپیچن که این سینه ها تکون نخوره موقع بازی کردن، و این باز تحریک‌آمیزه. از پله بالا رفتن زن بازیگر ممنوعه، یعنی تصویرشو گرفتن از اینکه پله بخوای بالا بری ممنوعه، به خاطر اینکه باز میگن تحریک‌آمیزه. و این میدونیم برای بازیگر زن وقتی که داره بازی میکنه، اینکه همه میدونه که یک نفر پشت دوربین، یک نفری هست که مسئول اینه که به همه بدن تو نگاه بکنه و نگاه بکنه که چیزی تحریک‌آمیز نباشه، و این کاملا برای یه زن آزاردهنده است، چون میدونی دارن با اون نگاه بهت میکنن، به اون به همه اجزای بدن داره نگاه میکنه که به اون نگاه، با اون دید داره بهش نگاه میکنه، این آزاردهنده است. یا من سریال کار میکردم که روسری روی گوشم بود، گفتن که گوشهاش مشخصه، این رو یه کاری بکنید گوشهاش از زیر روسری کمتر معلوم باشه. یعنی مدام شما داری آزار روانی میبینی و همش نگرانی که یک جایی از بدنت داره مثلا تکون میخوره. یا این به عنوان یه بازیگره که من فکر میکنم ما هیچ وقت بازیگرای زن ایرانی هیچ وقت زندگی نکردیم، یعنی همش توی محرومیت بودیم، توی مواظبت کردن بودیم که کسی از ما عکس نگیره، کسی یا مهمونی نریم یا عروسی نریم یا هیچ جای تفریحی نریم، چون برای ما منع شده. به عنوان یک زن ایرانی هم میتونم بگم که قوانین کاملا کنار آقایون در نظام جمهوری اسلامی، یعنی قانون پشت خانم ها نیست و حمایت نمیکنه.
از بحث طلاق گرفته تا حضانت فرزند تا تمام حقوقی که یک زن و مرد باید در تساوی داشته باشن در ایران متاسفانه این اتفاق نمیفته و یک جامعه کاملا مرد سالارانه بوده در تمام این سالها و ریشه تاریخی هم داره تقریبا. تمام اینا میگم به عنوان یک زن، به عنوان مخصوصا یک زن بازیگر، همه اینها چیزایی بوده که آزاردهنده بوده در ایران و متاسفانه اگر هم راجبش حرف میزدیم همیشه با همون برخورد بد میشد و تهمت بهمون زده میشد که شما از آمریکا و اسرائیل پول گرفتین یا شما آدمهای اونا هستین یا بازخواست میشدیم یا ممنوع کار و غیره. ایران و ترکیه به لحاظ فرهنگی خیلی شباهت‌ها با هم دیگه دارن. به لحاظ حکومتی به هیچ وجه شباهت به هم دیگه ندارن. قطعاً حکومت جمهوری اسلامی حکومت دیکتاتوره که مردمش رو انگار که به اسارت گرفته و فکر می‌کنه مردم باید همون جوری فکر کنن که اونها می‌خوان، همون جوری فکر زندگی کنن که اونها می‌خوان، همون جوری لباس بپوشن که اونها می‌خوان. ولی خب در ترکیه اصلا اینطوری نیست و اون آزادی رو من فکر می‌کنم به چشم دارم می‌بینم. خب فرهنگ ایران خب خیلی قدیمیه، تاریخ ایران خیلی تاریخ قدیمی هستش و ترکیه هم خب کشوری هستش که یک تاریخ خیلی غنی در خودش داره. خیلی شباهت‌های فرهنگی داریم، حتی شباهت‌های سلیقه‌ای مردم ایران و ترکیه بینشون وجود داره. مردم ایران الان عاشق فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه‌ن، عاشق خواننده‌های ترکیه‌ن، یعنی یکی از بزرگترین علایقشون الان هنرمندای ترکیه هستن. ولی خب به لحاظ حکومتی قطعا خیلی تفاوت وجود داره بین ایران و ترکیه. در این یک سالی که من اینجا زندگی میکنم خب قطعا این فرق رو متوجه شدم. کاری که مثلا در واقع اینجا اتفاق میفته برای من خیلی جالب بود، کنسرت های رایگانی بود که شهرداری اینجا برای مردم میذاره. خب اینجا وضعیت اقتصادیش ما هم میدونیم که مقدار دچار بعد از کرونا و اینها سختی های خودش رو داره، ولی خب برای اینکه شاد نگه دارن مردمشون رو این کنسرت ها میدونین چقدر تاثیر داره، یا برنامه های تفریحی که تو پارک تو جاهای مختلف براشون میذارن خیلی تاثیر داره تو روحیه مردم. ما تو ایران مردم محروممون، مردمی که پول تهیه بلیت کنسرت رو ندارن نمیتونن کنسرت برن، محرومن و هیچ شادی رو در واقع تجربه نمیکنن. اینا چیزاییه که راستشو بخوایم من همیشه فکر میکنم که کاش این آزادیایی که اینجا وجود داشت همه اینها در ایران وجود داشت و عین همین چیزی که اینجا هست رو من در ایران دلم میخواست که داشته باشیم. بازیگری خب تمام عشقی بوده که به خاطرش از بچگی دوستش داشتم، تلاش کردم و بهش رسیدم، ولی امروز چیزهای مهمتری برام وجود داره. اگر که آزادی به سرزمینم برگرده و برگردم خب کارم رو ادامه میدم، ولی خب به خاطر اینکه خب زبانم خیلی خوب نیست، حالا چه انگلیسی چه ترکی، قاعدتا خب توی جامعه هنری اینور خیلی راحت پذیرفته نخواهم شد، یا باید روی زبان کار بکنم برای اینکه بخوام بتونم تو پروژه ها شرکت بکنم. و اینکه خب وقتی یه بازیگری از سرزمین خودش جدا میشه به یه کشور دیگه میاد، خب خیلی ناشناخته است در واقع، یعنی انگار که از صفر شروع کرده دیگه. حالا اگه هر چقدر که مشهور باشه در سرزمین خودش، هر تعدادی که کار کرده باشه، وارد یک کشور دیگه که میشه در واقع یک بازیگر آماتوره و تازه کاره و تازه باید همه چی رو از صفر شروع کنه. این از صفر شروع کردن یه خورده سخته در سن من، ولی دوست دارم امتحانش بکنم. سعی میکنم که حتما اگر که بشه ورود پیدا بکنم، حالا به دنیای هنر چه در ترکیه چه در کشورهای دیگه، ولی در نهایت دوست دارم به سرزمین خودم برگردم. اگر تغییر رژیم اتفاق نیفته همه چیز بدتر از قبل خواهد شد. قاعدتا تمام کسانی که در این جنبش ها شرکت داشتن رو شناسایی میکنن و قطعا خیلی زندانی خواهند شد، خیلی ها دستگیر خواهند شد، فشارها بیشتر میشه، خفقان بیشتر میشه. الان به هنرمندان ایران کلی تهدید شده، تهدیدشون کردن که در صفحات مجازیشون هر چقدر که حمایت کردن پست های حمایتیشون رو بردارن یا اصلا دیگه چیزی ننویسن یا صفحاتشون رو ببندن. بعضی از هنرمندان رو تهدید کردن که اگر ادامه بدید به این اعتراضات و حمایت ها برای شما پرونده سازی میکنیم، یعنی پرونده های اخلاقی برای شما درست میکنیم، آبرو
خودتون رو میبریم، کاری میکنیم که دیگه مردم شماها رو دیگه نپذیرن و شماها رو پس بزنن. پرونده های اخلاقی به این صورت که مثلا پرونده تجاوز، پرونده مالی، کلاهبرداری، پرونده مثلا کارهای مثلا چیزایی که زشته به لحاظ اجتماعی، پرونده های این چنینی براتون درست میکنیم. هنرمندان رو دارن تهدید میکنن و این وسیله باعث میشن که سکوت کنن. عده زیاد از هنرمندان رو ممنوع کار کردن، ممنوع خروج کردن و اگر این شرایط بمونه، جمهوری اسلامی اگر بمونه، وضعیت اون مملکت قطعا بدتر از این خواهد شد. ولی اگر برن، قطعا بازسازی مملکتی که 40 و چند سال نابود شده، بازسازی و احیای اون، دوباره ساختنش خیلی زمان میبره، طول میکشه. ولی مردم حداقل یک امیدی دارن، یک افق روشنی دارن که به خاطر اون تلاش میکنن برای ساختنش. یعنی من خودم به شخصه با اینکه ترکیه رو خیلی دوست دارم، زندگی در اینجا خیلی برای من لذت بخشه، مردم اینجا خیلی دوست داشتنی هن. ولی اینجا کشور من نیست و دوست دارم برگردم به کشور خودم. روزی که این تغییر اتفاق بیفته قطعا برمیگردم برای ساختن کشورم تلاش میکنم. برای حوصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.